خدای قادر و بزرگ و عزیز که مهربون تر از خودش هیچی نیست، آفریده دنیا و دشت و دمن، هزار جور چیزای عجیب و قشنگ. دوست داره هر موجودی را خدا، بیا با هم سر بزنیم به اونها. دوست داره هر موجودی را خدا، بیا با هم سر بزنیم به اونها. خدای قادر و بزرگ و عزیز که مهربون تر از خودش هیچکی نیست، آفریده دنیا و دشت و دمن، هزار جور چیزای عجیب و قشنگ. دوست داره هر موجودی را این خدا، بیا با هم سر بزنیم به اونها. دوست داره هر موجودی را این خدا، بیا با هم سر بزنیم. مادر خوب ما فرشتمونه، دوستش داریم اینو خودش میدونه، بابای مهربون چراغ خونمونه، آغوش گرم اون شبیه آشیونه، داداش جونم رستم کوچمونه، مامان بابا میگن هنوز جوونه، خواهر من همیشه همزبونه، مثل مامان چقدر که مهربونه. شکر خدا هستیم یه خانواده شاد و قشنگ دور همیم تو خونه. خب سلام میکنم خدمت شما بچه های عزیز، تک تک دوستای دوست داشتنیمون. حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشید. میدونم که الان حتما دیگه داریم به مدرسه ها نزدیک میشیم و همه تون توی تکاپوی رفتن این که برید لباس مدرسه تون رو بگیرید یا اینکه وسایل مدرسه تون رو بگیرید و اینجور چیزا هستید دیگه. حتما الان خیلی سرتون گرمه دیگه، تابستون هم داره تموم میشه و به مدرسه ها نزدیک میشیم. ایوا اون پیری هم که داره میاد، خسته نباشی اون پیری. سلام بابا. سلام. هم خسته نباشی، چطوری دخترم؟ حالت خوبه؟ مرسی. من طبق معمول بابا برم بشینم دیگه. بشین. تو که تعارف نکردی من بشینم. اون پیری شما دیگه خودتون میدونین دیگه، خودتون باید بشینید اینجا. میریم دیگه. نباید تعارف کنید. اون پیری چرا همچین شما پکری؟ پکر بابا؟ راستش بابا من رفته بودم اداره، بعد 20 سال به من گفتن من بازنشست شدم بابا. میدونی که خب سخته دیگه آدم 20 سال یه جا کار کنه بعد یه دفعه بگن دیگه کارت تمومه، جمع کن برو خونه. اما اون پرین که اصلا چیز بدی نیست، چرا ناراحت میشین؟ اصلا ناراحتی نداره، همه از خودشونه که یه بار بازنشسته بشن، برم با دوستاشون بشینم تو پارک با هم دیگه گپ بزنن. خیلی دوست دارم بازنشسته بشن. البته بابا این چیزی که تو میگی مال تو فیلماست. واقعیت اینه که آدم وقتی بازنشست میشه احساس پیری میکنه دیگه، بعد دیگه کاری هم نداریم انجام بدیم که، برای همینه این احساس پیر شدنه بده برای ما آدم ها. بله شما هم حق داریم. من فکر میکنم که آدم نباید این احساس پیریر داشته باشه. اومدنی دیدم که داری یه شعر خیلی خوب میخونی بابا، یه شعر زیبا در مورد خانواده. میدونی چقدر خوبه بابا آدم به خانواده اهمیت بده؟ خیلی خوشحال شدم، خوشم اومد که آدم بدونه که بهترین و امن‌ترین جای دنیا بچه‌های عزیز همین خونه است و همین خانواده است. یادتون باشه که بهترین جای دنیا برای ما خونه و خانواده‌مونه. بله درسته، اتفاقا برنامه امروزمون هم راجع به همین خانواده است. و اما همون پیری، حتی من باید به شما امروز تبریک بگم، چون که امروز روز بازنشسته است. روزتون مبارک باشه پس. ای بابا واقعا امروز روز بازنشسته هاست؟ بله. خب بس بذار منم هم از همینجا به همکارای عزیز بیکار خودم تبریک عرض کنم. بازنشسته های عزیز رو میگم روزتون مبارک بابا، روزتون مبارک. بله
و اما بچه های عزیز، راه های ارتباطی ما هم که مثل همیشه میدونید دیگه، از طریق تلفن، از طریق فیسبوک، از طریق تلگرام، از همه طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو به ما بگید. حتی همین الان واسه تون داره زیرنویس میشه، میبینید، و میتونید راجع به موضوع برنامه اون حتی با ما الان صحبت کنید که بگید نظرتون چیه راجع به خانواده. میدونید که موضوع امروزمون راجع به خانواده است، اهمیت خانواده، اینکه چقدر خانواده واسه ما، واسه همه مهمه. بله، میتونید با ما در تماس باشید. تلفن داریم. علی اکبر جان سلام. سلام. خوبی؟ ممنونم. چند سالته؟ 12 سالمه. 12 سالته. علی اکبر، نظرت در مورد خانواده، اهمیت خانواده چیه؟ به نظرت چیز خیلی مهمیه؟ آره، خانواده خیلی مهمه. آفرین. برادر، خواهر، مامان، بابا خیلی مهمه. بله، خیلی میتونن تو زندگیامون بهمون کمک کنن. پس حالا که انقدر باهوشی، با هم دیگه بریم توی مسابقه. بله. ببین الان روی صفحه تلویزیونتون براتون چند تا شماره میاد. توی این شماره ها چند تا عکسه. باید بگی که الان سگ کدومه. دو تا شماره است. بگو سگ کدومه. توی دو تاشون سگه. اون دو تا شماره رو باید بهمون بگی. بابا میخواین یه بار دیگه نشون بدین ببینه؟ آها، بذاریم اول خودش ببینه. سگ کدومه؟ سگ کدوم شماره هاست؟ یه دو تا از این تصویرها سگ بود. کدوم شماره ها بودن؟ میخوای یه بار دیگه تصویرها رو ببینی؟ آره، خوب ندیدم. آفرین. پس شماره هاش هم قشنگ حفظ کن که بهمون بگی. بگو که سگ کدومه. آقای کارگردان یه بار دیگه بهش نشون بدید. حرف منی پیرمرد گوش نکردی دیگه. قشنگ شماره هاشو حفظ کن. سگ کدومه؟ من دیدم، من حفظ کردم الان. چهار. نزدیکه. اون. دو. نه، دو تا شماره است. توی دو تا از این شماره هاست. دیدی؟ یکیش من کمک میکنم بابا. یکیش من بهت کمک میکنی. یکیش 7 بود. اون یکی چنده؟ 5. آفرین. ببینیم. بله، توی این دو تا شماره عکس سگ بوده. آفرین. مرسی که بهمون زنگ زدی. دوباره باز هفته دیگه بهمون زنگ بزن. حتما نظرات تو با ما در میون بذار و توی کانال تلگراممون هم عضو شو. خدافظ. یعنی بابا این مسابقه چون جدیده، یه خود به بچه ها توضیح بده که بیشتر باش آشنا بشن. آره، یکم سخته واسه تون چون که باید سریع اون عکس ها رو ببینید بگید که قشنگ کدوم یکی از این شماره هاست. دیدید که مثلا چند تا شماره بودش، توی دو تا از شماره ها یه دونه عکس بودش، یعنی مثلا 57 الان سگ بودش. مثلا اینطوری باید ببینید بگید که مثلا سگیم بودش. من ازتون میپرسم که کدوم حیوان هستش، شما هم به من جواب میدید. نفر بعدی پس الان آماده باشه. پس تا نفر بعدی اون آماده میشه، بریم با هم دیگه کلیپ الاغ دانا رو ببینیم و برگردیم. موسیقی
سلام. امروز میخوام براتون در مورد خانواده صحبت کنم. من خانواده رو از وقتی شناختم که اولین زلزله زندگیم رو با اونا تجربه کردم. چشمتون روز بد نبین آقا، چشمتون روز بد نبینه، زلزله نبود که، ولوله بود آقا. البته شدت زلزله در حد تکون دادن وسایل خونه و لوستر و شیشه ها بود و شدت علاقه خانواده به من در حد بگی چی؟ آفرین، در حد صفریشتی، یعنی صفر ها، صفر نمیدونی، صفریشتی. قضیه از این قرار بود که این بابای ما یه خوابی داره، یعنی یه خوابی داره که نگو در حد این خرسای قدوی هستن، خوابشون میگستن. مامان منم که اینقدر خواب بابام حساسه تا میام یه جلسه حسلا کنیم میگه هیش هیش، ما میگیم کسی خونه نیست. آره خلاصه هی میگه هیش، باباتون خواب و خواب میپره. یکی نیست بگه آخو مادر من قربونت برم، اگه بغل گوش این بابای ما الان توپم در کنی از خواب بیلار نمیشه. خلاصه دیگه زلزله شد، من تو اومدم با قهرمان بازی در حال لرزش زمین اومدم بکرخم و بقیه خبر بدم، دیدم هیچی خونه نیست، هیچی خونه نبود. یاد آموزه های مدرسه افتادم که امترین جا میگفتن یکی از جای امن موقع زلزله زیر میزه. خلاصه من تا اومدم برم زیر میزم جلوی خندون خندون دستون دستون پردم برم زیر میز، یهو یکی زب پشی کلم، برگشتم دیدم بابامه. خلاصه بابام برگشت من میگه آخه اولا کلوم خریمی زیر میز قایم میشه که موقع زلزله، فکر کنم خودش بالای میز قایم شده. یهو یادم افتاد زیر چالچوبه درام جای خوبیه واسه قایم شدن. از اون جاییم که خونه ما فقط دو تا دونه چالچوب داره، رفتم سمت اولین چالچوب، دیدم مامانم وایساده به من میگه اگه نزدیک بشی همچین میزنمت که وسط نیست بشی. ای بابا آخه مادر من بگیم چیش ببکش میاد. خلاصه دویدم سلاغ اون یکی چارچوب، دویدم داشتم میرسیدم نزدیک بودن بیدم خواهرم وای شده، تا چشمش به من افتاد شروع کرد داد زدن، گفت آی دوش آی دوش یکی من بگیره یکی من بگیره. خلاصه گفتم خواهر من برادر دوخه. گفت موقع زلزله هر کی جای آدم رو بگیره دوزه، فرقی نمی کنه کی باشه، خواهر آدم باشه برادر، این همه بربخه مروشه. خلاصه اومدم وسط کوچه گفتم هر کی باشه میرم بیرون دیگه، اونجا کسی نیست به من سر جا دعوا بکنه دیگه. اونجا بود که فهمیدم خانواده بهترین و نزدیکترین دوستان ما در زندگی هستند، نقطه. خلاصه اونجا بود که یاد حرف بابا بزرگم افتادم که اندر احوالات خانواده میگفت قدیما تو هر خانواده 15 تا بچه بود و چقدر با شادی و خوشحالی و در کنار هم با صلح و صفا زندگی میکردیم. چی الان همه پدر و مادر و دنبال تک فرزندن؟ اون موقع ما دوره من رو پر بودید عمه و خاله و دایی و عمو و اینا، اما این نسل جدید بچه هاشون نه عمه دارن نه عمو. تازه خدا بهمون رحم کنه، اگه زندگی به همین ونوال بگذره فکر کنم نسل بشر کلن منقرض بشه. وایسا تو قرار بود در مورد خانواده صحبت کنی نه در مورد انقراض بشر. برو بیرون ببینم. بودو خب چه میلنی؟ میخواستم بگم پدر بزرگم هم اگه مثل من تو اون زلزله گیر میفتاد خیلی بیشتر قدر خانواده رو میدونست. نه خب تقصیر من چیه الان سوال بیدم میگن فرزند کمتر زندگی بهتر؟ ها تقصیر من چیه؟ آقا تقصیر منه. گفتم برو بیرون. بودو تا نایمدم. بودو بچه تا یه پند و اولاقی دیگه خونه دیگه دار قبل خونه واده ها دیگه بدونید.
البته من همه چی وسایل مدرسه‌مو آماده کردم. چی؟ اما فقط گفتم کیفمو، همون کیف پارسال هم استفاده میکنم. چه کار میکنی؟ بله دوباره این پیدا شده. خبر جدید شنیدین؟ ای بابا مصطفی کرد؟ اومدی خبر جدید بدی؟ چی؟ یه خبر دارم براتون خیلی خوبه. چی شده بابا؟ میدونی؟ من از امروز بچه جون خوشمزه. چی؟ خیلی دوست دارم یه روز اول سوپ درو بخورم. بابا چی؟ اول خبرمو بدم، من از امروز به دستور سلطان جنگل شیرخان اجازه دارم هر کی وسوسه‌شه بندازمش تو قفس. حتی خانواده هم به من این اجازه رو دادن. ای بابا بدبخ شدیم رفت. این چه دستوریه که سلطان به تو داده؟ حواست باشه، سعی کن بعد این وسوسه نشین. وسوسه بشین روباهه میدونه چی کار باید کنی. ببین روباهه، من خودم شخصا که یک دقیقه هم نمیتونم تو رو تحمل بکنم. اوه چه برسه به اینکه چند ساعت بیام تو قفست. یاسین جون امروز ما در مورد خانواده میخواییم صحبت کنیم. اهمیت خانواده به نظر تو، نظرت در مورد این چیه؟ در مورد اهمیت خانواده چه چیزایی میدونی؟ در مورد اهمیت خانواده؟ آره عزیزم. خانواده خیلی مهمه. آفرین، خانواده خیلی مهمه. چی؟ حالا بگو ببینم یاسین عزیز، تو آماده شدی برای مدرسه یا داری آماده میشی؟ من آماده میشم. پس آماده شدی برای مدرسه. آفرین پسر خوب. حالا میریم مسابقه رو میبینیم، ولی یه چیزی خواستم بهت بگم در مورد اهمیت خانواده. ما باید بدونیم که هر چی که یاد میگیریم از خانواده هامونه. از خانواده خیلی مهمه. باید یاد بگیریم به حرف مامان بابا هامون خوب گوش کنیم. بریم تو مسابقه عزیزم. بله. خب دقت کن، تصویر رو میبینی؟ الان ببینم. آفرین، الان که میبینی ببین روباه تو کدوم شماره هاست؟ روباه؟ آره الان میبینی، عجله نکن. این روباه نه، ببین روباه کدومه. عکس همو دید جان؟ میشه یه بار دیگه تصویر رو نشون بدیم؟ بله یه بار دیگه ببینیم. فقط به خاطر تو یاسین جون. خب عکس روبا تو کدومی که از این شماره هاست؟ یاسین جون یه ذره دقت کن، روبا رو پیدا کن. ببینیم. عزیزم خیلی دوست دارم، مرسی که ما رو از تشخیص دادی. ببین خیلی خوشحال شدم که تو انتخاب درست کردی. پس به آدرسی که داریم زیر صفحه نگاه کن، برامون آدرس تو بفرست، پیامای خوشگل تو بفرست، که ما میخواییم جایزه بدیم به زودی. منم میخوام.
خیلی خوبه. شما نبه بچه ها خدافز عزیزم. دیدین؟ بله موباه منو چون زود پیدا کردن. منم کادو میخوام. میدونن جایزه میخوام. باید با روباه دوست باشم. ای بابا هره. ای بابا روباه حالا واقعا چیزی که گفتی درست بود. حرفم با توه. تویی که میگی نمیتونم تو رو تحمل کنم فکر کردی من میتونم تو رو تحمل کنم. ببین روباه یه کاری نکن دماغتو بزنم دوباره یه وری بشه بری یه بار دیگه عمل کن. به جای این کارا سعی کن وسوسه نشی. اگر نمیدازم تو قفس. مگه تو میتونی من رو وسوسه کنی؟ خبر تازهی که داشتم براتون نذاشتیم بگم اینجا خبر تازه. اختلا ای بابا این بند خدا رو چرا انداختین تو؟ عزیزم ناراحت نباشی قصه نخور. ای بابا اختلا اختلا قصه نخور اینا هم میان اون تو. نه ای بابا بیا در رو باز کن ببینم. چی؟ در رو باز کن بیاد بیرون ببینم. ای بابا یه دقیقه وسوسه شدم اومدم این تو گیری افتادم. شختل آخه از تو بعیده عزیز من. خونش خیلی رمانتیک شده بود. من اومدم این تو رو ببینم یه دفعه منو توی این قفس زندونی کرد. گوشه نخور عزیز من. خب تو نباید فریب ظاهر اینجا رو بخوری. ای بابا خونه یه روباه هست دیگه. یه بیا اینجا مشکل درست کرده. یه دقیقه بایسا منو جوجه کار دارم. بیام بیرون. این جوجه من تو سرشو گرم کن من میرم در قفسه. بله تا چی میگین اونجا؟ داریم حرف خصوصی میزنیم. گل کرده داری پش 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 بگه چی بشه؟ آخه داریم حرف خصوصی میزنیم. ای بابا اینجا حرف خصوصی نداریم. جوجه یه لحظه لطفا برو دنبال کارت. من به جوجه یه چیزی بگم. تو سرشو گرم کن من یواشکی قفس رو باز میکنم خال خالی رو میارمش. باشه من برم کارمو انجام بدم بیام. وایسا ببینم من باید از کار شما سر در بیارم. چی؟ الو الو سلام عزیزم. الو سلام زهرا جونم میتونم خواهش کنم صدای تلویزیونتو کم کنی و از تلفن با من صحبت کنی؟ ببخشید من غزلم. غزل ببخشید چون صدا تو متوجه نمیشم عزیزم. الان خوب شد غزل جون. داری آماده میشی برای مدرسه ها؟ چند سالت؟ اولینو بگو. من نجاتت میدم. و الو منتظر یه فرصت مناسبم. غزل عزیز خیلی خوب عزیزم قد شد. آها هستی پشت خطی. بریم تو مسابقه. بریم تو مسابقه. یه دقیقه امید یه دقیقه بخشیدنه. غزل جو اگه الان دیگه شرایطت چیزه میتونی صدام بشنوی نگاه کن سریع تصویر رو بگو لاک پشت تو کدوم یک از این شماره هاست. عجب عجب الان داری میبینی عزیزم؟ یا غافل شدی این دوست. آره عزیزم بگو لاک پشت تو کدوم یک از این هاست. نمیدونم میگم چیه؟ چه شکلیو؟ لاک پشت تو عزیزم دوباره میذاریم یه بار دیگه. نگاه کن نگاه کن بگو لاک پشت. کانالم عوض شده نمیدونم. یه دقیقه. آه عزیزم باشه پس یه شعر خوشگل برام بخون. بلدی که شعر بخونه؟ آره عزیزم. چی شو؟ بخونم برای جون. هرچی دوست داری یه شعر قشنگ بخون. این بچه ها آماده هم برقصن. نه خیلی لیلی بازی میکنی. لیلی بازی میکنی؟ بلبله عجل دل رقصی میایی و بلبله شیشه ها رو میلرزنی بچه ها رو میترزنی
ای بچه ای بچه زلزله که ترس نداره، شیشه که لگز نداره. زلزله میاد وقتی تو خونه ای، برو زیر میز، برو زیر مبل. دقیقا زلزله میاد وقتی بیرونی، برو بکش کنه، دور از درخت، دور از خونه. آفری این از آقا اولاقی یاد گرفتی؟ اولاق دانا همینا رو میگم. شعر قشنگی. مرسی عزیزم که تماس گرفتی، دوستت داریم خیلی زیاد. دوستت باشه. ماشه قشنگ برای تو عزیزم. مرسی. نفهمه ها چی تو سرمون. فقط یه من تصویر رو میبینم برات. تصویر رو میبینی؟ میخوای مسابقه رو بریم ببینیم شرکت؟ خب بریم عزیزم. بله. الان تو این تصویر ببین لاک پشت تو کدوم شماره هاست. سریع فقط نگاه کن. من میگم تو یه چیزی نمیدن تصویر بشه. الان میاد یه لحظه سب کن. چیه دوباره چی بگردن؟ لاک پشت میری خال خالی چرا؟ لاک پشت یک یک با یه شماره دیگه هم هست. لاک پشت تو دوتا شماره هست. میگم این خیلی بد جانسه. من یه دقیقه لاک پشت رو بگردم. آره عزیزم. یک با دوازده. یک با دوازده. یه ذره بی عقب، یه کوچولو. من میگم یه روزی باید یه روز یازده ببینیم. یازده و یک ببینیم عزیزم. آفرین آفرین. تشویق بشکنیم بچه آفرین. شعر قشنگ خون همان تشخیص. مرسی عزیزم، دوستت داریم خیلی زیاد. برامون پیامای خوشگلتو بفرست. با بعد شیشان چهرمان هیچی تلفنتو جواب بده. سلام النا. سلام عزیزم. آخه سلام. سلام خوبی؟ سلام. نجورسن من فقط ترکی همینو بلدم. نجورسن خوبی عزیزم؟ بله عزیزم. 5 سالته. میتونی برامون یه شعر خوشگل عزیزم میتونی برامون یه شعر خوشگل بخونی؟ بله. ما شعر سدیم توی سنگم تپادیم بلامونو دست خدا، خدای محبت، خدای پدر، منفی یه لحظه از اون جدا شیخ دادیم. مرسی عزیزم. مرسی برای این شعر قشنگ. میخوای تو مسابقه شرکت کنیم یا همین شعر کافیه؟ مسابقه بریم عزیزم. عکس انا بذار تصویر برات باز بشه. نگاه کن ببین سنجاب واسه ببینم چی بود. ببین سنجاب، دو تا سنجاب داری. ما ببین کدوم یک از این شماره هست عزیزم. تو خریدتو کردی برای مدرسه؟ مدرسه تو کدوم یک از این هاست؟ تصویر رو الان میبینی. خود منو فراموش نمیکنه. یه لحظه سب کن. کارش درسته بابا ماما قول بده. الان داری میبینی. دقت کن بگو سنجاب تو کدوم یک از این شما کدوم از این شماره ها؟ ببینیم. من چهار تا انگوش ندارم. ندارم خیلی زرنگ بود. مرسی از سرود پرستشی قشنگی که برامون خوندی. مرسی گلم. این سرود عمو داریوش خونده بود درسته؟ خدافز چی چی؟ خدافز عزیزم دوست داریم. خلاصه هیچی دیگه داشتم میگفتم دیگه. هیچی من برم. بودی حالا تلفنتو جواب بده. بابا رو من جواب تلفنه میدم ببینم چه خبره. حواست باشه ها. چه حواسم هست. الو الو. سلام عزیزم. بیا بیرون. مختر خوشگلم اسم چیه؟ دان؟ صحرا. صحرا یا زهرا؟ خب عزیزم
چند سالته؟ هشت سالت. میتونی برامون یه شعر قشنگ بخونی؟ یا بریم تو مسابقه؟ کدومشو؟ تموم شد. میخوام یه چیز دیگه بذارم تو قفس که وقتی میبینه حالش گرفته شده. میگم چی داریم اینجا برای؟ الو فهروی عزیز، برامون شعر میخونی یا بریم تو مسابقه؟ بریم عزیزم. تصویر رو میبینی الان؟ تصویر رو خیلی زود میبینی. به همون باید به گوره خر تو کدوم یک از این شماره هست؟ تو دوتا شماره دوتا گوره خر داریم. دیدی عزیزم؟ حواسم بهتون هست. ای بابا کار تو با کنه، ما چه کار داری؟ خبوم شد جان. عزیزم اونو آزاد کردم را خهره عزیزم. حالش گرفته میشه. اصلا متوجه نشدم. ببینیم. مرسی. آفرین آفرین به شما بچه های باهوش. چی؟ مثل این بچه ها بیهوش نیستین. خداحافظ عزیزم، دوست دارم خیلی زیاد. روباه خیلی باحالی. مرسی. اینو که خودم میدونستم. خیلی باحالی. بگی ببینم شما دوتا چی کار میکردی؟ پش 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 چی بابا؟ داریم راجع به وسایل مدرسه هایی که خریدیم حرف میزنیم. روباه سوپ جوجه دوست داری؟ چی؟ آره عزیزم، من عاشق سوپ جوجم. بگم بگم ببینم هاپوه. برو بشین سوپ جوجه. دوست داری یه قراری بذاریم؟ میگم که من و تو بشینیم اینجا. خب نون بیار که هم ببر بازی کنیم. اگه تو مردی من دماغمو له کردی. خب من مدویت سوپت میشم. باشه بشین. وایسا چجوری بشنم؟ میخوام یه جوری بشنم مسلط باشم. هر جور دوست داری بشین، اشکال نداره. چی؟ بیا بذار. ها خیلی باحالی. دماغتو یه ذره سرشو بده بالاتر. بیشتر بهت میاد. برو اینقدر سر به سرم نذار. ببین روباه چراغ خونت روشن شده. به نظرم برو یه سری به خونت بزن. چی؟ پاشو الان سوپ داره، سوپ جوجه. میخوام بذار روی جوجه ها رو کم کنم. ببین دماغ قشنگ. بابا بلم کن. خیلی از دماغت خوشم میاد. پاشو برو یه سر به خونت بزن، چراغت روشنه ها. میدونی که این کارم تموم بشه من با تو برو. الان کار دارم. خالی خالی چی؟ خالی جون پاشا بریم. خالی رفته کجا؟ بای بای ما رفتیم. میدونم با شما بچه ها چه معامله ای داشته باشم. Thank you.
بله بچه‌های عزیز، حالا می‌خوایم با هم دیگه راجع به اهمیت خانواده با هم دیگه صحبت کنیم که ببینیم چقدر خوبه. میدونید که ما همیشه توی کتابای درسیمون تلفن داریم، اول جواب تلفن رو بدیم. توگن جون سلام. الو الو سوگند، سلام عزیزم، خوبی؟ چند سالته؟ 8 سال. بلدی واسه اون یه شعر بخونیم؟ آره. سفیرم قشنگ دانات آدمانی آفترم به بازی بازی شخصه با بچه های خوب بازی میکنیم با یه دونه تو کام پس میکنم تو سفیرم را از دام های تو هوا برقل میکنم زمین ورد آفرین، خیلی قشنگ بود. آوا چه شعری خوندی؟ میتونیم با هم دیگه بریم تو مسابقه؟ چه جوری؟ خوبی؟ پیره مردونه میشی؟ به همون بگی که کدوم یکی از این دو، مثلا من بهت اسم یه حیوان میگم، مثلا گربه رو تو باید به ما بگی، باید گربه رو واسه همون پیدا کنی، بگو کدوم یکی از این شماره هست، دو تا از این شماره ها گربه هست. دو تا از این شماره ها گربه است، بهمون بگو کدوم یکی از این دو تا است. خب دیگه یکی دیگه هم است. ببینیم بابا باری کردیم. مرسی عزیزم که بهمون زنگ زدی، کلی هم شعر قشنگی واسه همون خوندی. هفته دیگه بازم منتظر تیم. خدافظ. بله سلام پی، داشتم به بچه هم گفتم که میخواییم راجع به اهمیت خانواده حرف بزنیم. همونطور که میدونید ما تو کتاب ها همیشه میخونیم که مثلا چقدر خانواده اهمیت داره. اینو میدونیم که خانواده کوچکترین عضو یه جامعه است، واسه همین خیلی واسه ما اهمیت داره. یعنی ما هر چیزی که یاد میگیریم و توی خانواده یاد میگیریم. یعنی ما کلاً از بچگی شکل گیریمون توی خانواده است. یعنی همینجوری که یواش یواش بزرگ میشیم این شکل ظاهری و اخلاقی و رفتاری ما شکل میگیره. بس قدر خانواده‌هاتون رو بدونین بچه های گلم. عمو پیری یه چیزی، اگه الان شکل گیری تو خانواده است، خانواده تو که دیگه الان فسیل شدن. روباهه؟ باز بی نزاکت شدی تو؟ نزاکت چیه؟ فرمازم تلفن داریم. قاسم جون سلام. الو. سلام خوبی؟ بله خوبم. چند سالته؟ 11. بریم با هم دیگه تو مسابقه؟ بریم با هم دیگه تو مسابقه؟ بله. ولی مسابقه تو فرق داره، باید الان واسه ما تو الماس پیدا کنی، دیگه اون مسابقه قبلیه نیست. باید بگی که چند تا الماس اینجا داریم. الماس بنفش، چند تا از این بنفش داریم اینجا؟ بلخشی چی؟ چه اسمشو بکی رو بگی؟ ساعت 7 پارس. صدات قطع وست شد. اسم شبکه رو میخواد عمو پیری، بهش گفتم ساعت 7 پارس. شبکه رو نداری الان؟ شعر بخونه خب برامون. خب اشکال نداره، میتونیم واسه اون یه شعر بخونیم اگه نمیبینیم. شعر میخونی میتونی بگی بزرگتران برات شبکه رو پیدا کنن. عمو پیری بهترین راه اینه که قاسم جون بیا
بیای عضو تلگرام ماشی، الان برامون یه شعر قشنگ بخون، از هفته دیگه تو مسابقمون شرکت کن. بله اونجور که منکرینگ پیدا کردی. پیدا کردم. خب بریم مسابقه رو ببینیم بابا. خب حالا الان که پیدا کردی این الماسایی که روی این صفحه نمایشگر تو میبینی و بنفششو واسمون بشمر، بگو چند تا از این الماس بنفش اینجا داریم. دیدی؟ الان میبینم. خب حالا با دقت بشمر تعداد بنفشا رو به ما بگو. سریع بشمر ببین که اون الماس بنفشامون چند تاست. من شمردم الان. منم شمردم. ببینین. ببینین. 4 تا سایه. بله درست گفتی. براو براو. مرسی. خب مرسی که بهمون زنگ زدی. بله داشتم. بچه جون. بله داشتم به شما میگفتم. چرا بی ادب شدی دوباره؟ بی ادب نیستم. این چیزا رو مهرزاد یاد من داده. آخه میدونی عمو پیری امروز گفتی مهرزاد من بگم. من بگم سلام. من یادم نرفته. بگو تو بگو. امروز تو حرفت یادت نمیره. امروز تولد مهرزاده. آها. ولی بهش گفتم مهرزاد برنامه امروز ما در مورد خانواده است. مهرزاد گفتش که من میخوام برم دور از خانواده. خود مهرزاد گفت موافقید ما از همینجا به دوربینا نگاه کنیم به مهرزاد بگیم مهرزاد جان تولدت مبارک. یاد خالیه بابا اینجا. ولی هفته دیگه که مهرزاد بیاد من قول میدم عمو پیری دهن مهرزادو فلفل میزنم چون حرف زشت زده. حرف زشت زده بابا. گفته باید برم دور از خانواده وایسم. عجب مهرزاد همچین حرفی نزده بابا. مهرزاد بچه خانواده دوستیه و میدونین که به خانواده احترام میذاره. ما میشناسیمش. روباهه عقلته نکن. نکنه امشب تو هم تولد مهرزاد دعوتی ازش تعریف کنی. داره چه نیدی منم برم تولد. چه اشکال داره منم برم تولد. هیچی نگاه به سن و سالت کن خجالت بکشتم. اصلا هم اشکال نداره. آدم باید چی ریحان جان؟ دلش دوون باشه. آفرین بابا. بابا عمو پیری 70-80 سال سن داره. باز تو بیادب شدی رو به همین الان داشتم تعریف میکردم میگفتم که آدم تربیتش از تو خانواده شکل میگیره ولی مطمئنم مال تو از تو خانواده شکل نگرفته از بیرونش شکل گرفته که اینجوری شدی تو. بله معلوم نیست کجا بزرگ شده. چی میگه این؟ من تازه امروز بازنشست شدم. چجوری من 80-90 سالم اخه؟ گفتم یه موقع بینه 70-80-90 اصلا رفتی دیگه. ما اصلا متوجه نشدیم این بچه که وارد شد. چاختر جان خوش اومدی بابا. خب حالا وایسیم بریم با هم دیگه اول یه دونه کلیپ ببینیم و برگردیم. عمو پیری جای نایید منتظرتونیم. جغ جغ جغدم من پرنده ای دانا و باهوشم من برای من رو نگاه کن ببین چقدر قشنگن رنگ پرام سایه روشن دورنگن چشمای من خیلی خیلی بزرگن واسه این که خوب ببینن بزرگن شب که میشه سر میندازم روی درخت من آواز شای من که خیلی تیزه تیزه میشنبه هر صدایی رو پچک که خیلی پرنده ای دانا
و باهوشم من. روی سرم دیده میشه دو پر خیلی زیبا، گوش پرا من مثل دو گوشون بالا. من بلدم به چرخونم سرمو به راحتی و آسونی به هر سو. دست کارگردانمون درد نکنه، خیلی قشنگ بودش. خب داشتیم میگفتیم تلفن داریم، تلفن داریم، داشتیم میگفتیم که زهرا پشت خطه. سلام عزیزم، خوبی؟ بله. چند سالته؟ 10. الو الو چند سالته؟ نه خواهی صدای تلویزیونتون رو کم کن که با گوشیت با ما صحبت کنی که ما صداتو زودتر بشنویم. هفت سال. نظر راجب اهمیت خانواده چیه؟ میدونی که خیلی مهمه. با هم دیگه بریم تو مسابقه؟ آبا تصویر رو داری بریم مسابقه شید؟ بله بریم تو مسابقه؟ بریم تو مسابقه. بله توضیح بده مسابقه چیه برای کدوم مسابقه رو میریم؟ الماسا. نه باز من اشتباه کردم. گربه؟ تو باید بگی که گربه کدومه. اگه برنامه رو دیده باشی نفر قبلی هم گفته که گربه کدومه. الان آفرین. بریم ببینیم. بله 8 و 10. بله گوسفنده رو خواست بگه. گوسفنده که معلوم بود دیگه. حالا گوسفند مشخص. قرار بود گربه رو بگه که گربه رو گفته. آره. 8 و 10 گربه بود. من میخواستم بگم که از قدیم های خدافز عزیزم، مرسی که به اون زنگ زدی، کلی هم خوشحال شدیم. خدافز. من میخواستم بگم که از قدیما مرسومه که اگه یه بچه خوب و حرف گوش کن و سر به راه و کسی ببینه میگن که این بچه سر سفره بزرگ شده، سر سفره پدر مادر بزرگ شده. عمو پیری این چه حرفی بود زدی؟ چرا؟ یعنی بقیه تو جوب بزرگ شدن؟ عجب. بابا این یه اصطلاحه،
سر سفره بزرگ شدن یعنی دارای تربیت خوب بودن، یعنی بچه خوبی بودن، خانواده خوبی داشتن. دقیقا مثل تو، تو هم بچه بدی نیستی بابا که. آفرین شدی؟ این یه سلاحه امو پیری. دقیقا مثل یه مرد مهربونی. دقیقا مثل یه بچه نوزاد میمونه که مثلا یه بچه نوزاد به غذا نیاز داره، سلامتی نیاز داره، یه خونه نیاز داره، همه این چیزها که مثلا بشه نیازهای جسمیشو برطرف کرد. یعنی برای رشد جسمانیش این احتیاج داره. واسه نیازهای روحیش هم به محبت نیاز داره که همه اینا رو یه خانواده میتونه تکمیل کنه. پس ما میدونیم که اهمیت خانواده واسه ما خیلی مهمه. بله دقیقا درست ریحان جان. میدونی که خدای مهربون پدر آسمانی خودش کلی محبت و این خصیصه رو به ما انسانها داد که ما هم همدیگر رو محبت کنیم. و بهترین جایی که این محبت نثار ما میشه جایی نیست. کجا؟ روباه جان؟ جاز لونه ی روبا. بابا خانواده دیگه. آها چرا آدم ضایع کنی آخه؟ عمو پیری ها بهت میگم دیگه فاسیل شدی ناراحت میشه. شاخ طلا روباه یه خورده احترام بزرگتر رو نگه دار. این بچه ها همه میدونن، فقط تو نمیدونی. واقعا که روباه احتمال کنم بیرون بزرگ شده کنم. آره همه آره توی چوب بزرگ شده. توی چوب بزرگ. ای شاخ طلا به اون کجا بودی تو تا حالا؟ من کلاس تقویتی بودم تا به استونا. که نمی اومدی به ما سر بزنیم؟ کلاس تقویتی میرم آخه تا به استونا. آخه چه بلاز میری کلاس تقویتی. تو بچه پوشا و فعال شاختلای عزیز خیلی کار خودی کنیم. سلام جامتون جامه. فقط ما دوتا کم بودیم که ما هم اومدیم. اینی هم خوش اومدیم. مرسی همو پیری. به حرف من گوش کن. بگو. میگم تفلی مامان بابای این شاخ طلا هرچی خرج این میکنه اینو کلاس تقویتی میذارن. آخه یه ذره کون ذهنه. این چه حرفیه. بابا من یه خورده فقط دیر یاد میگیرم ولی آخرش یاد میگیرم. تازه مامان گاوی امروز به من گفت که شاخ طلای عزیزم من خیلی بهت افتخار میکنم. خیلی پس مدرسه کلی پیشرفت کرده رو باید. اصلا اونطوری که شما میگه نیستش. ولی من که اینجوری دیده بودم. تازه الان آخر تابستونه میخواییم با خال خالی و جوجه بریم آب بازی کنیم دیگه، هوا داره سرد میشه. راست میگی؟ بله هوا سرد نیست یعنی الان منم بیام؟ میبینی چه داریم میدیم؟ بابا این بیاد من نمیام. رو باید ما داتا ساکت. به شرطی میتونی بری که بچه ها رو اذیت نکنی. تو نمیخواد ادای بزرگتر رو برای من در بیاری؟ روباه جان بابا منظور بدی نداشتن که. منظورش اینه که تو یه خود سر به هوایی. خیلی بابا. بله بابا میری اونجا اینا اذیت میکنی دیگه از این لحاظ. امو پیری داشتین؟ نه تو هم؟ نه. خب حالا دعوه نکنی میتونیم بریم یه موزیک میریم تو خونه بریم چای روزی بریم موزیک رو گوش بدیم تا بعد بهتون بگم که امروز تمرین کرده موزیک. حالا با هم دیگه بخونیم. من بشم رهبر. من با حیوانات دوست هستم، اونها رو دوست دارم. هیچ وقت هیچ حیوانی را من اذیت نمی کنم. حیوانات رو خدا Yeah.
من این آهنگ رو گوش کردم، این سرود رو گوش کردم، من دیگه میتونم تو رو یه ذره دوستت داشته باشم، ولی اصلا خودت هم نمیخوام. ای بابا میگم اذیت نکن، واسه همین است من کاری نکردم، من وایسادم میتونم شعر رو میخونم. تو همینطوری دیدم هولش دادی. بله همه هم خوبه شاهدن. موافقم. ما دیگه الان یه خانواده ایم، فقط گله نکنیم. بله خانواده که تو خانواده ها این چی دفش میاد؟ یه عکس یادگاری با هم بنداز. میان دست یاری عکس یادگاری بندازیم. بیا عکس خانواده بیندازیم. خوبه؟ خیلی خوبه. بچه ها یاد بگیری همیشه در کنار هم باشیم. در کنار لونه روبای خیلی خوبه. خاصیت خانواده همه هست. خب خدافظ بچه های عزیز، خیلی دوستتون داریم، قدر خانواداتون رو بدونید. خدا نگهدار، هفته دیگه خدافظ.